همان گونه که هفته قبل به شما قول دادم که در مورد پدیده‌هایی که گاهن با آنها روبرو می‌شویم و پاسخی عقلانی برای آن پیدا نمی‌کنیم و شاید سال‌های سال این پرسش‌ها همچنان ذهن ما را مشغول داشته و می‌دارند، برای حل گوشه‌ای از این گونه موارد گفتگویی با خانم دکتر شهلا ممتاز ساکن در کشور انگلیس داشتیم که همکنون ایشان روی خط هستند. درود به شما خانم دکتر. درود بر شما و همینطور همه شنوندگان محترم شما در هر گوشه ای که با ما هستند. ممنونم و متشکرم که با این همه مشغله پذیرفتید که با رادیو دوستی گفتگویی داشته باشیم. منم از شما سپاسگزارم که منو در برنامه‌تون دعوت کردید. بله، ابتدا خانم دکتر از شما خواهش میکنم، البته چنانچه مایل هستید، از تحصیلات و فعالیت‌های خودتون کمی برای ما تعریف کنید که بعداً یکی دو سال از سوی شنوندگان شده که حضورتون بیان خواهم کرد. بفرمایید. خواهش میکنم. من شهلا ممتاز هستم. 3 سال پیش درست 3 ماه بعد از انقلاب ایران رو با خانواده خودم ترک کردم. از اون جایی که دیگه واقعا جای زندگی برای ما نبود و پدرم حس کرد با داشتن دو فرزند دختر ایران اسلامی بسیار میتونه وحشتناک، برای همین به خاطر نجات در واقع فقط ما و بچه‌ها ایران رو ترک کردیم، آمدیم بیرون و مدتی من در هلند بودم، یعنی تحصیلات دبیرستانی رو در هلند گذروندم و بعد ازدواج کردم. با من در رشته فلسفه در دانشگاه اوترخت شروع کردم به تحصیل، ولی در همون سال اول من با شخصی آشنا شدم، استاد من بود و انگلیسی بود و ازدواج کردم و با ایشون تحصیل رو ترک کردم در اون موقع بعد از یک سال و رفتم به انگلیس و بعد از به دنیا اومدن فرزند اولم شروع به تحصیل کردم دوباره در رشته روانشناسی، البته ببخش سوشال ساینس یعنی علوم اجتماعی. لیسانس من در علوم اجتماعی است و بعد ادامه تحصیل دادم در رشته روانشناسی. من در دانشگاه های هوب همتون لیسانس گرفتم و همینطور برمینگهام و کیل یونیورسیتی تحصیلاتم رو پایان رسوندم. از اون زمان هم کاری که کردم در کار تحقیقات محقق بودم. بله. دانشگاه مختلف کار کردم، از دانشگاه های اروپایی بوده تا حتی یک سال من برای دیدگاه UCLA کار. بله. متشکرم خانم دکتر. فعالیتی که شما میکنین یا کلن مشغول چه کاری هستین؟ درس میدین؟ تدریس میکنین؟ نه خیر، کار تحقیقاتی میکنم. خب موفق باشین در کاراتون. سپاسگزارم. البته در دانشگاه برای تدریس میکنم. چی کردم؟ البته این کارم کردم. من دانشگاهی زیادی دارم در روی فیسبوک از دانشگاه قبلی من بودم. ولی در حال حاضر من فقط کار تحقیقاتی میکنم. برای امور ریسرچ هستم با 3 دانشگاه بین المللی، یکی در کالیفرنیا همون UCLA و دیگری در فرانسه. برای 3 دانشگاه. خیلی خوشحالم که با خانم فرهیخته و تحصیل کردی مثل شما داریم گفتگو میکنیم در رادیو دوستی 2. خانم فرزانه از ایران، در مورد دیده شدن هر از گاهی اجسام نورانی در آسمان ایران و گاهن در کشورهای همسایه شمالی، این گونه طی نامه‌ای برای ما نوشتن که بعد از اینکه این رویدادها اتفاق افتاد در جراید نوشتن که اینها هنگامی رویت می‌شوند که ماهواره عمرش تمام شده و می‌بایستی نابود شود، اما قبل از این کار سوخت ماهواره را تخلیه می کنند که فرایند آن همان دیده شدن نوری در آسمان است. اما من باور نمی کنم. این ادامه نامه خانم فرزان است و این توجیهات برای من و سایر دوستانم غیر قابل قبول است.
و ایشان از ما خواسته بودند که با یک متخصص و پژوهشگری که مطالعات و دانسته های مجاب کننده ای دارند ما گفتگو کنیم، که خب چه کسی بهتر از شما خانم دکتر. حالا خواهش میکنم، ما سراپا گوش هستیم، خواهش میکنم در این مورد بفرمایید که نظر شما چی هست. بله، این ببینید مشکل ما در درجه اول این هستش که ما کسانی که در کشور ما حکومت کنن به اون صورت حقیقت رو به مردم نمیگن و برای همین هم همیشه ما باید هر چیزی که اونها میگن شک تردید داشته باشیم. بله، این جریانی که راجع به ساتلایت ها صحبت کنن به نظر من خیلی مسخره است. یکی این که ما میبینیم که اینها صدای انفجار ما شنیده شده در تهران، تبریز، بهبهان، در شمال اهواز و همینطور این شیء نورانی به اضافه دوباره انفجار و صداهای وحشتناک مثل انفجار در اسرائیل، لبنان، ارمنستان، در تمام این مناطق در یک زمان این اتفاق افتاده، یعنی در یک زمان حدود زمانی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خب چگونه میتونسته این یک ساتلایت. از اون سو ما میبینیم که روس‌ها خودشون اومدن گفتن که ما یک آزمایشی میکردیم، آزمایش موشک‌های بولیستیکی بوده که ما داشتیم آزمایش میکردیم و در منطقه کرمان دیده شده از راه دور، چون ما در جاهای زمین هایی که خالی، یعنی در روی خونه و اینا نبوده، ولی از راه دور مردم گفتن که ما یک انفجار دیدن به شکل بار. این من رو در وقت این رو من متوجه دیدم، خیلی من رو ترسوند. من یه مقدار شک به این دارم و ببخش در ضمن این گفته شده و صحبت هایی که شده اینجا بوده که در اون شب در این مناطق مختلف صدای تیراندازی زیادی می آمده، یعنی نیروهای مسلح هم دست به کار شدن. حالا کجا اینا تیراندازی میکردن خب ما اینا رو نمیدونیم، و وقتی ما اینا رو با هم دیگه میشینیم نگاه میکنیم، از اونجایی که من میتونم بگم خب کشور ما که صاحب نداره، میدونیم که اگر بخوان کاری بکنن ها بلایی بخوان به سر جایی بیارن از سرزمین ما استفاده میکنن. امکان داره اینها موشک‌های بولیستیکی بوده و موشک‌های روسی بوده، اینها یک انفجار اتمی در خاک ما داشت. اون موقع اگر شما میدونید که اگر یک جای بازی بوده و سکونت نکنه، امکانش این هستش که عوارضش رو ما در آینده خواهیم دید. میدونید که در چرنوبل وقتی اتفاق افتاد، هنوز که هنوزه مردم اونجا دارن با بیماری های مختلف سرطان کشته میشن. این امکان به نظر من خیلی بیشتره، به خصوص میگم زمانی که من راجع به این که این انفجار بوده و بعد به شکل قارچ مانند بوده. میدونید انفجارهای اتمی معمولا به این صورت هستن، و اگر اینها این انفجارها رو در خاک ما کردن خب این واقعا یک فاجعه است. و من خودم بیشتر به این مسئله فکر میکنم یه همچین چیزی بوده متاسفانه. البته همین که هم گفت شده، یعنی قبل از این که من جریان این قارچ مانند بودن این انفجارها رو بشنوم، میدونستم، یعنی گفت بودن که این موشک به شکل مثلث هستن. خب به شکل مثلث ما همینطور میدونیم که در نه چندی دور در کشور مکزیک تعداد زیاد از همین اشیای نورانی در آسمان ظاهر شدن که اونا خیلی شباهت داشتن اتفاقا به این همین چیزی که عکس شما دیدیم در ایران بود، اونا هم به شکل مثلث بودن، که حتی برای اولین بار نیروی هوایی مکزیک از اینها فیلم برداری کرد و در اخبار خودش نشون داد و حتی به آمریکا، چون آمریکا مثل اینکه قرارداد بین المللی هست که در صورتی که اشیاء نورانی یا هر چیزی رو که در آسمان دیده میشه که مطمئن نیستن چی هست، با آمریکا در تماس باشن، با ناسا، و اونها هستن که این رو باید اعلام بکنن. و از اونجایی که این اتفاق افتاده بود و
آمریکایی‌ها از این بابت بسیار عصبانی شدن که آمریکا چرا اینقدر روی این مسئله پرده پوشی میکنه و نمیتونه اینها رو اعلام کنه، ولی خودشون در اخبارشون اعلام کردن و برای اولین بار بود که یک دولت خارجی این کارو کرد. اگر این انفجارها نبود من میگفتم خب ممکنه این اتفاق هم در ایران افتاده و ولی خب من فکر کنم این رو من میتونم بیشتر به همین شک ها فکر کنم اینها باشه، نظر من هست. بله، پس نظر شما این هست که همه اینها جنبه نظامی و یا به نوعی مربوط به سیاست‌های جنگ طلبانه یا این گونه موارد داره دیگه؟ بله بله، من اعتقاد دارم که 100% این یا همون انفجاری بوده که اینها یک آزمایش اتمی کردن در کشور ما، از خاک ما استفاده کردن برای این فاجعه. بله. یا اینکه واقعا یک درگیری اون شب بوده حال بین دو کشور. البته این رو بگم که حتی مردم اسرائیل اون شب به پلیس تلفن میکردن و ترسیده بودن، یعنی این چون چه در چند کشور شده خیلی شکاک به نظر میاد. بله. فکر میکنم که مسئله نظامیه. بله بله. و اما اگه موافق باشید یک دوست دیگری در همین کشور سوئد از ما خواسته بودن اطلاعات بیشتری راجع به این شهر سوخته زابل که حتما شما هم خیلی بهتر از من میدونین که اونجا ممکنه چه اتفاقاتی چند هزار سال پیش حالا افتاده باشه و بمباران اتمی شده از بین رفته و این شهر سوخته. اگه موافقین و وقت دارین در این مورد هم کمی توضیح بدین. گویا من از خود شما شنیدم که مانند شهر سوخته زابل در گوش و کنار جهان همچین شهرها یا یک مناطقی که به همین صورت از بین رفتن وجود داره، درسته؟ بله بله. ببینید ما کره زمین 4 بار تا جایی که میدونیم زمین رو از این رو به اون رو کرد، یکی از اونها همین از بین رفته به نوعی از یک نوع اسلحه اتمی استفاده شده و شهرهای سوخته بله در جاهای مختلف مثل چیلی پیدا شده و ولی این چیزی که خیلی جالب بود در کشور ما در جیروفت اتفاق افتاد این بود که نشون دهنده آثاری بودش، یعنی تمدن. ببینید ما تمدن رو معمولا راجع به صحبت میکنیم چون حدود 12,000 سال ما تمدن رو از نظر تاریخی میتونیم دنبال بکنیم، البته خب این حقیقت نداره، ما میدونیم که این چیزهایی رو که ما دست در دست داریم، ولی به خاطر این جابجا شدن کره زمین به نوعهای مختلف اگر در برنامه‌های آینده لازم باشه من میتونم هر دفعه راجع به قسمتی از اون صحبت بکنم، ولی آخرین اتفاق مهیبی که افتاد که باعث شد که اتلانتیس رو به وجود آورد، یعنی بسیاری از مناطق کره زمین رفت زیر آب و امروز آثار زیادی اگر دوستان دوست داشته باشن برن روی دیسکاوری چنل که این برنامه رو بی بی سی درست کرده بود و روی یوتیوب هست، اگر برن نگاه کنن میبینن که در زیر اقیانوس در زیر دریاها از هند گرفته تا جاهایی مثل آمریکای جنوبی شهرهایی رو پیدا کردن و تمدن بسیار عظیمی برمیگرده به 5000 سال پیش، یعنی در زیر آب. در زیر آب و حتی اون لوله کشی هایی که هست و اینها پیدا کردن اصلا شگفت آوره. تمدنی بوده شاید چیزهایی رو حتی در این شرایط داره که ما امروز هم نداشتیم. ولی این ممکنه خانم دکتر اصلا کلن شهرهای زیر آبی درست کرده باشن، یا نظر شما اینه که اینها بعد از یک جنگ، وقوع یک جنگ، خب زمین جابجا شده و شهرها زیر آب رفتن، منظورتون اینه یا ممکنه در زیر آب هم
شهرهایی مثل الان که در فکرش هستن، خب در کره ماه در زیر آب، زیر اقیانوس ها، تای اقیانوس ها، یعنی خونه بسازن، شهر بسازن. بله نه خیر، اینها زیر آب نبوده. یک اتفاقی که افتاده روی اتلانتیس یا اتلانتیس روی اتلانتیس هستش، این شهرهایی که در زیر آب رفته، دو فلسفه هست. یکیش اصلا یک از فلسفه‌هاش برمیگرده به همین مذاهب ابراهیمی که اگه نگاه کنیم حضرت نوح راجع به این سیل بزرگ صحبت کرده، یعنی گفته شده. درست. چونم البته این داستان‌های ما از داستان نوح میدونیم جدیدی نبوده و حتی اگه در تمام کتاب‌های مذهبی نگاه کنیم، هی من میپرم این برون بر، ولی چون مجبورم. اشکال نداره، جالبه اتفاقا. خیلی جالب هستش که بدونید این تمام این چیزهایی که ما در انجیل میبینیم، چه تو تورات و قرآن، ببینید قرآن که داستانهای اونها رو میگن، همه اینها رو شما در روی سنگ پاره هاست، این تبلت های سنگی در به خصوص در برای خودمون پیدا کردن و همینطور بسیاری از اینها در عراق، در همین جنگ آخری که با عراق با آمریکا با عراق داشت بهم. اولین کاری که آمریکایی‌ها کردن رفتن اینها رو از زیر خاک‌ها کشیدن بیرون، ولی آثار خیلی زیادی پیدا کردن که تمام اونها همه این داستانی رو که ما از نوح میشنویم یا در کتاب‌های دینی میبینیم، اینها همه از اون خط نوشته‌هایی هست که از 12,000 سال پیش بیاریم، یعنی خیلی خیلی پیش از هر کدوم از این دین ها، و اینها همشون اومدن تو این کتاب ها. در این همین 12,000 سال پیش راجب اتلانتیس نوشته شده که شهرها بر زیر آب رفتن و باران سیل بزرگ آمد. سیل بزرگ از روی سنگ هاست. البته فلسفه دیگری هم در اینجا هست که اون رو اینشتین باز میکنه. فلسفه دیگه این هستش، یعنی قبولش میکنه این فلسفه رو، که در یک حرکت بسیار سریع کره زمین، میدونی که در زیر کره زمین دیسکایی هست که این دیسکات بر روی یک مایهی در حرکت، هم در مرکب میبینیم کره زمین در چرخش هست، ولی در بعضی مواقع این کره زمین از این سو به اون سو، یعنی در یک جهت بسیار شدید این اتفاق میفته که گفته میشه یک چیزی گفته شده که قطب شمال و قطب جنوب در یک رو یک سب عوض شده. اینها هم دوباره اومده. چرا میگن این رو؟ و اون جاهایی که یخی بوده آب شده، اون میتونه دلیلش همین رفتن این شهرها بر زیر آب باشه، و اون جاهایی که به اصطلاح یخی بوده رفته به جای گرمسیر، و برعکسش هم همینطور. چون مثلا حیواناتی رو پیدا کردن مثل فیل که در یه جای گرمسیر به دنیا میاد، ولی اسکلتی پیدا کردن در این یخهای در این جاهای یخی که امروز هست، یعنی در قطب شمال، که اینها نمیتونستن اونجا زندگی بکنن، 100% از جای دیگه است. پس یکی از فلسفه اینه که این دیسک در یک حرکت خیلی شدید باعث شد که کره زمین چرخش شدیدی پیدا کرد، و اون جاهایی که شهرها بود و جای زندگی بود اینجا به یعنی یخها باعث شدن که آب شدن و این شهرها رو بردن زیر آب. و از سوی دیگه بله گفته میشه بنا به نوشته‌ها اینکه اون سیل بزرگ اومد در 24 ساعت اون شهرها رو برد زیر آب. بله پس نظر شما این شد که آب شدن یخهای قطبی باعث ایجاد سیل و رفتن شهرها زیر آب شده. پس اون نظریه‌ای که به نظرم قبلا دادیم که ممکنه جنگ‌های اتمی شده باشه و این فعل انفعالات که به وجود اومده باعث زیر آب رفتن شده باشه، این چی؟ این مورد نظر شما نیست؟ چرا؟ نه اون
من راجب من میگم یه ذره برگشتم به قبل. این جریان اتلانتیس 5000 سال پیشه، من موقعی گفتم تمدن‌های اومدن و از بین رفتن. این که ما در جیروفت داشتیم و این که سوخته و همینطور در یک مرحله 5000 سال پیشه این. و یعنی یک تاریخ جدیدی رو ما میتونیم بگیم. و این جاهایی که سوخته شده در چیلی و قسمتی از استرالیا که در اون قسمتی استرالیا هم یک همچین حدودی رو دارن، اعتقاد دارن که یک جنگ اتمی هم شده در حدود 5000 سال پیش. جیروفت هم یکی از اونها بوده و آثاری که پیدا کردن. ولی خب در مورد جیروفت یک جایی خیلی برای من جالب بود این بود که به نظر میاد که اون آثاری که در زیر سنگ های اینا پیدا کردن دوباره بر میگرده به خیلی بیشتر از 5000 سال. عمرشون میتونه تا 10000 سال باشه و همینطور تمدنی بوده، دوباره نشانگر تمدنه. چون یه چیزی رو که مردم بسیاری از دوستان نمیدونن این هستش که آثاری که در اون دوران نوشته میشده بر روی چک ها، مجسمه هایی درست میکردن. من سه برنامه داشتم در روی اینها در تلویزیون، یکی از تلویزیون ها یعنی سه برنامه، سه ساعت برنامه بود راجع به همین تاریخ کهن و این شکل هایی رو که اینا شما میبینید نقاشی شده در روی سنگ ها نشانگر تاریخ در واقع. همونطور که ما میبینیم شاهنامه تاریخ ما رو زنده نگه داشت چون کتاب های ما سوخته بود، به خاطر همین به خاطر به اون شعرهایی که ما در شاهنامه میبینیم امروز نشانگر تاریخ کهن ماست. همین رو ما میتونیم روی تاریخ جهان رو ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده در حداقل 12000 سالی که میگم این سنگ ها معمولا تا 12000 سال برمیگرده که اکثرا در همون دوره خاورمیانه که یک فلسفه خیلی قشنگی داره حتما من راجع بهش روز صحبت میکنم که اینها توضیح میدن که چگونه تمدن وارد کره زمین شد. و اینکه ما فکر میکنیم که کره زمین الان تمدن داره، اتفاقا من فکر میکنم ما خیلی تمدن رو از دست دادیم و از این تمدنی که ما امروز داریم خیلی بیشتر داشتیم. مثلا همین هرم هایی که شما میبینید در دور دنیا در جیروفت هم یک پیدا کردن که چند پیدا کردن، یکیش حدود 100 متر طولش، میگفتن که باستان شناسان که براشون هنوز خیلی عجیبه که اینها رو درست کردن. شما همین رو در چین میبینید که دوباره همین هرم ها رو و همینطور در مصر دیگه همه آشکار میدونیم که اونها رو و اینها رو هنوز کسی نمیدونه چگونه اینها درست بده. این یک صنعت خواسته، یک تکنولوژی بسیار قوی میخواسته این سنگ های عظیم الجثه رو بر روی هم قرار بده. مثلا اونی که جایی که در مصر ما میبینیم میگن حتی اگر هزارها آدم بود این سنگ هایی که اینقدر وزن های سنگین داشتن چگونه نمیتونستن ببرن بالا مگر اینکه تکنولوژی داشتن براش. پس این تمدن بوده ولی چون آثاری پیدا نشده که نشون بده اینها چگونه چگونه این کارو کردن هنوز یک برای ما مبهم مونده. ولی من میگم که موقعی ما میتونیم اینا رو خیلی این نقطه ها رو به هم بچسبونیم که واقعا برگردیم به همون سنگ ها و نوشتار میخی که باقی مونده و تایی که راجع به این چیزها این اتفاقات گفتن. بله خانم دکتر، خیلی چیزای جد ببخشید. نه بفرمایید، اگه ادامه داره بفرمایید. فکر کردم تموم شد، بفرمایید. بله مثلا ما میبینیم در اونجا در این دوباره این چیزهایی رو که کندکاری هایی که در روی سنگ ها ما دیدیم در جیروب میگم نشانگر یک تمدن عظیم هست و امروز میگن که شاید اولین تمدن بوده. ولی من این رو زیاد نمیخرم، ما تمدن قدیمی تر از اون هم داشتیم. میگم خیلی طولانی هم دفعه من میتونم یه مقام. بله خب چرا نه، چقدرم جالبه. یعنی حالا من که خودم از دوران نوجوانی به اینا علاقه من بودم و اون کتاب های معروف که احتمالا همه هم خوندن، عرابه خدایان، نمیدونم چی و اینا، اونا رو همه رو من اون موقعی که نوجوان بودم میخوندم، دوست داشتم. اگه موافق باشین هفته آینده در مورد اهرام ثلاثه مصر بیشتر شما صحبت کنین، خیلی جالب و شیرینه.
و اینکه بگین که اونها حتما دوست دارید بیشتر بدونید بعد فقاضی که در اون زمان افتاد. بازم هر گونه که خودتون میدونین میتونین خودتون انتخاب کنین. بله من فکر میکنم بهتر باشه، چون اگر بخوایم برسیم به فرعون‌ها خب زیاد تاریخ طولانی نیست. ما اگر شروع بکنیم این رو همونطور که گفتم از 12,000 سال پیش شروع کنیم و هر دفعه بیایم جلو تا برسیم به مصر و فرعون‌ها و اتفاقاتی که در اون زمان افتاده، بعد به هم دیگه میتسبه، خیلی راحت میشه برای شنوندگانی که دنبال میکنن بفهمن از کجا ما به کجا رفت. اینطوری بهتره من از مصر شروع کنم بعد دوباره برگردم به عقب اگر اشکال نداشت. نه خیلی عالی. من داشتم فکر میکردم که چی کار کنم، تعیین کنیم که راجع به اهرام ثلاثه مصر باشه یا بهتر از همه اینه که به خودتون واگذار بشه با این همه تجربه و این همه مطالعات و پژوهش‌هایی که کردین، خودتون بهتر میتونین این سلسله گفتگوها رو مدیریت کنین. اگر ما بگیم که همونطور گفتم 10,000-12,000 سال پیش، یعنی از زمانی که این سنگ ها پیدا شدن، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که چیزهایی در اون گفت میشه که بعدها ما در مصر میبینیم یا در ایران میبینیم، ولی اگر بیایم از اون زمان شروع بکنیم بعد خیلی راحت برای شنونده هم جالب تره برای من بیشتر ازش میتونن بگیرن از اون برنامه. میگم ما 12,000 سال مدرک داریم الان جلو، درست نقل 12,000 سال. البته چیزهایی هم هست که نشون میده دوباره مثلا اصلا ببینید وقتی این سنگ ها رو ما پیدا میکنیم و تاریخ برمیگردیم به گذشته، مثلا میبینیم فلسفه داروین کاملا از بین میره و به خاطر همینه که خیلی نمیذارن، یعنی از نظر دولت ها و دانشگاه ها که حالا اگر روزی شد من فلسفه اونم داستانشو خواهم گفت، چرا دانشگاه نمیذارن که مردم حقیقت های تاریخی رو بدونن و تنها کسایی که از هستن الان من اینا وقتی برمیگردیم صحبت کنیم، من بیشتر صحبت هم از کتاب های دانشمند خیلی معروف هلندی است به اسم زکاریا سیچینگ که کتاب 30 کتاب نوشته راجع به تاریخ کهن و یکی از مترجمان زبان سومری هستش. وقتی ما اون رو نگاه میکنیم اصلا دنیای دیگه ای رو ما میبینیم که میبینیم با اون چیزی که در این 100 ساله در دانشگاه و مدارس و بچه ها آموختن کاملا تفاوت. به نظر شما چند درصد از مردم تحصیل کرده دانشگاه دیده، مردم عادی رو نمیگم، به نظر شما چند درصد از این مردم با این نظریه شما موافقن و چند درصد که باقی میمونه با نظریه داروین؟ باستان شناسان و زیست شناسان، شما با هر کس که من یک کارهایی که خیلی کردم، من کنفرانس های اینا رو زیاد رفتم چون دوست دارم، من عاشق دونستن راجع به این مسائل هستم، باستان شناسان و زیست شناسان اکثرشون با من موافقن. کسانی که با من موافق نیستن یکی کسانی هستن که در علم فیزیک هستن و همینطور جامعه شناسی و حتی روانشناسی، بسیاری از اینها چون نرفتن دنبالش باور کنی که دانشگاه اجازه نمیدن یک مسائلی، من اینا رو دارم اتفاقا همه رو نوشتم، وقتی یک مسائل مدارک رو پیدا میکنن که نشون میده مثلا 10,000 تا 15,000 سال رو میتونین جلو برید تا 25,000 سال هم میتونین، ولی بیش از اون که میره جلو جلوشو میگیرن. حالا چرا بیشتر به خاطر همون که گفتم 100 سال پیش اون انتخابی که دانشگاهیان در یل کردن و اصلا نوع تعلیم و تربیت رو به طور کلی عوض کردن و این یواش یواش از آمریکا به بقیه جاها رفت و دنیا رو فراگیر شد. به شما امروز اگر در دنیای علمی دانشگاه صحبت بکنید، به جز میگم باستان شناسا و زیست شناسا، بسیاری از اونها شما اگه بخواید بر ضد داروین صحبت بکنید حرفتون رو رد میکنن. اینا رد نمیکنن که این سنگ ها اون نوشتارشون چی هست، چون دیگه اونها نوشته است نمیتونن رد کنن. اونها میگن داستانه، ولی
بسیاری از باستانشناسان اعتقاد دارن که اینها داستان نبوده، بلکه حقیقت ها بوده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زیستشناسا دوباره اینها رو پیدا کردن. اجداد مثلا انسان های هشت قد بلند 3-4 متر رو پیدا کردن. اون این اجساد پیدا شده، نمیتونن اینا و علم فیزیک نمیتونه اینو توضیح بده، ولی باستانشناس هایی رو بنابر اون نوشتار میتونن توضیح بدن. ولی یه گده دیگه هم هستن که میتونن مخالف سرسخت شما باشن و اونا به نظر من نامشون دکانداران دین هست، اونا هم با شما خیلی مخالفن با نظریه شما. بله، یکی از چیزهایی که میگم این خیلی داستان این مسائل به جاهای مختلف باره. یکی از اصلش واتیکان، واتیکان خیلی دشمن اصلی این هست که مردم حقیقت ها رو بدونن. درست. و بعد و من بارها اینو در برنامه هم گفتم، واتیکان ساز که جاییست اسلام رو درست کرده، یعنی اسلام ما از رومی ها شروع میشه، کانستانتین. و پس معلومه اون چیزی رو که واتیکان میخواد اسلام هم همونو میخواد. و اون یهودی هم که دین یهودی هم که ما میشنیم دوباره بهش میگن جدای، و جدای ها در واقع اون چیزی هست که اون نوع یهودی هست که رومی ها ساختن. یعنی اون چیزی که به اسم یهودی ما میشناسیم امروز، اون دین یهودی واقعی نیست. همینطور هم دین مسیحی، دین مسیحی واقعی نیست. اینها هیچ کدومشون به اون صورت نمیشه گفتین. اینها رو ببخشید رومی ها به شکل دین در آوردن برای استفاده خودشون. واقعا آدمی از صحبت های شیرین شما سیر نمیشه، اما چه کنیم که وقت رادیو هم محدود است خانم دکتر. اگه اجازه بدین ضمن سپاسگزاری از شما به خاطر این صحبت های قشنگی که کردین و به خاطر وقتی که گذاشتین بایتون خداحافظی کنیم. منم سپاسگزارم از اینکه منو دعوت کردید. همینطور منم خداحافظی میکنم از شما و همه شنوندگان محترمتون. بدرود. این گفتگوی جالب با خانم دکتر شهلا ممتاز در برنامه هفته آینده هم دنبال خواهد شد.